در حال حاضر بزرگترین زندان در جهان جغرافیایی به نام افغانستان است. مصاحبه ما و شما را هم بسیاری از زندانی های این زندان که مردم افغانستان هستند خواهند شنید. هیچ کارشان به اسلام نزدیک نیست و هیچ کارشان افغانیت نیست. هیچ کارشان انسانیت نیست. همکاران و همراهانتان که اکثرا نظامیان بیرون از افغانستان هستند در پی ساختن گروهی برای آغاز این جنگ هستید، درست است؟ جنگ اساسی ترین وسیله آوردن تغییر در افغانستان است، درست بله. واقعا چقدر توانایی جنگی در نزد جنگجویان طالبان شما دیدی در طول سالهایی که در برابرشان ایستادید؟ هیچ کدام از اینا برای طالبان رسیدن نمی‌دونن انگیزه جنگیدن در میدان گرم مبارزه را ندارند. چطور این نظام سقوط کرد؟ چطور این نظام از هم پاشید؟ اشتباه تاریخی سیاسی باعث ظهور دوباره طالبان به قدرت شد. وقتی 7 نفر در برابر 90 نفر می جنگه و در نهایت تلفات 50% را به دشمن وارد می کنه، ملا یعقوب یک بار با جنگ هلمند آمد، تلفات بسیار زیاد داد و تقریبا تمام افراد سر دست داد و پس دوباره فرار کرد به قندهار. عفو طالبان تن بتید و برگردید به افغانستان. طالبان از خداوند عفو بخواهد و از مردم افغانستان عفو بخواهد، نه که سرکفه بگوین که ما مردم عفو کردیم. کافات چی کاره هستی؟ انتا ملای شیطان. چقدر با جنگ احتمالی که شما میگید فاصله داریم؟ با جنگ وسیله مهیا ساختن آزادی افغانستان است. متل فارسی است، میگه یار زنده و صحبت باقی.